اینجا شهر تهران است. شهر خانه‌های سر به فلک کشیده و برج‌های شیشه‌ای منتظر زلزله. شهر ساخته شده بر فاضلاب‌های خانگی. شهر معماری پست مدرن با زندگی‌های غیر مدرن. شهر دلال‌ها، سوداگران، شهر مردم عادی، شهر دلار. شهر فقر، شهر کارمندان کم درآمد، شهر پولدارهای یک شبه، شهر فوتبال. خب خانوما حواستون جمع باشه، سریتون رو میندازیم پایین، رو به هیچ چیز و هیچ کس نگاه نمی کنیم. صاف میریم دانشگاه، صاف برمیگردیم. خوب نیست دختر گوشی تلفن رو برداره، خوب نیست آرایش کنه یا موزیک بلند گوش بده. دختر در خونه رو باز نمی کنه. ببخشید استاد، ممکنه یک گرگی بیرون در وایساده باشه. همه این دستورالعمل‌ها برای خانوماست، اما پسرها در همه زمینه‌ها آزادن. تون برن، بدوئن، با موتور همه جا ویراژ بدن، آهنگای تکنو بلند بلند گوش بدن، اما دخترها همیشه با سرشون پایین باشه. آخه کوچه‌ها، خیابونا، گذرا چاله داره، جوی آب داره، چراغ قرمز داره، مزاحمین خیابونی داره. تکون بخوری کیفتو قاب می‌ذارن. سرتو بچرخونی. ببخشید استاد، آخه واقعا تو این تهران بزرگ با سر پایین انداخته میشه؟ نه واقعا میشه؟ عشق ممنوع است، اما روی دیوار دبیرستان های آن با اسپری سیاه رنگ نوشتن لاف. این خیابان نه بن‌بست است نه یک طرفه، یک خیابان کاملا معمولی است با مغازه های معمولی و رهگذرانی که صبح تا شب برای سیر کردن شکم خانواده خود میدوند. تهران شهر کتاب نیز هست. روزنامه ها در صفحه حوادث پشت سر هم خبر از جنایت و کشتار میدهند. در گوشه و کنار تهران بزرگ هر روز افرادی کشته می شوند که نام و نشانی از آنها در هیچ کجا درج نمی شود. این خیابان محل گذر دختران و پسرانی معصوم است که چشم به آینده نامعلوم دوختند. در این خیابان کمتر تلاش برای کشف دنیای ناشناخته جوانان صورت می گیرد. دنیایی خالی از عشق اما مملو از خشونت. عشق یعنی سرعت، عشق یعنی تکنو، عشق برای من یعنی ابتذال. از دختره که نظاره از خواهر عشق میکنن متنفرم.
دختر و پسر جوان یعنی آتیش و پنبه. پسر بر من آتیش نیستم، منم احساس پنبر نمی‌کنم. مرسی. عشق، عشق یعنی نون، عشق یعنی آب، عشق یعنی پر کردن شکم این بچه‌ها. ولم کن بابا. از هر دری که عشق بیرون بره جنایت داخل میشه. دومش کتک، سومش طلا، با سه تا بچه. بابام ولم کنین دیگه. دختر جون عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. گرفتیم آره خانم. سلام خانم. سلام. شما چطور؟ من راستش عاشق خندیدنم. محبتم با خندیدن به دیگران ابراز میکنم. ولی میگن خندیدن در شأن دختر نجیب نیست. راست میگن؟ من از قطع رابطه بین نسل جوان میترسم، وگرنه دختر و پسر و عشق و عاشقی ماره مرحله بده. فقط قطع رابطه. نه برو سر به سرم نذار دختر جون. عشقی که واره بی روزگار کشونده. شایعه است. عشق یعنی آزادی. این مملکت مال من و مال همه است. هیچ کس حق نداره عقیدتشو بر دیگری تحمیل کنه. فقط آزادی. عشق یعنی احترام متقابل، یعنی از خودگذشتگی، یعنی اون چیزی که جامعه ما روز به روز داره از اون خالی میشه. خانم این کارو یعنی چی؟ موسسک بده من، این کارو یعنی چی؟ اصلا کی به شما اتده؟ آقا شما بارست، آقا برو، آقا بده من میرم. بله، عشق یعنی از خودگذشتگی، یعنی احترام متقابل. در شهری که خیابان عشق ممنوع دارد چگونه میتوان از سلامتی روح و روان صحبت کرد؟ هر روز در گوشه ای از این شهر و خیابان، در میان خرابه ها، لانه ها، زیرزمین های نمور، میکروب جنایت رشد میکند. هنوز هیچ کار جدی و عمیقی در این زمینه برای ریشه‌کن کردن آن صورت نگرفته است. به نظر میرسد عمدی در کار است که جامعه ما را هر روز به تباهی و قهقرا بکشاند. ای کاش ما و مردم ما دانه های دلمان را پیدا می کردیم. ای کاش مسئولین و کارگزاران فرهنگی و اجتماعی ما از عواقب عمیق بیمهری، بیعشقی آگاه تر بودند. ای کاش همه می فهمیدیم که در خیابان عشق ممنوع قلب ها نیز عشق را ممنوع کردند. اجازه بدید بچه ها. خوب بود اما کافی نبود. استاد راهنما هم که فقط بلد اخذ کنه. خوب بود اما کافی نبود. خیلی خدا بودم خدمت گفتم همه چی چیر شده. سرکارمون با کمیته انضباطیه. برگه احضاریه رو الان دارن میچسبونن به تابلو اعلانا. خب چه بهتر گزارشمون رو کامل‌تر مینا دیگه داری تون میری یا؟ من دارم تون میرم، اونا دارن یواش میرن. اصلا چرا احساسات و عشق و هیجان فقط مختص آقایونه؟ باز تز فمینیستیت گل کرد. فمینیستی چیه بابا شیرین؟ نیاز جامعه است مگه نیست؟ به نظرم مامانت راست میگه. تو با این دل و جرأتی که داری آخرش آرزوی فوق لیسانس رو به دلش میذاری. اصلا برام مهم نیست. مهم اینه که کاری رو که دوست دارم انجام میدم. باید حرف زد شیرین دیگه، لال که نیستیم. خیر سرمون داریم جامعه شناسی هم میخونیم. میدونی چیه؟ هیچ اهمیتی برام نداره که به خاطر عقایدم من از دانشگاه اخراج کنم. که دوباره اون پسر است که باید ببینید چه گفتم چشمانو باید ببندی؟ من سمت جرفی نزدن دارم بسته دیگه. حالا دیگه بیر چشم مبارک کنیست چیو؟ نگاه کن آفسر من کنی برش کرده است. بیا از این موضوع ما که داریم راه خودمونو میریم. آخه تو نمیدونی. سلام کنو برامون. سلام کنو. سلام علیکم. سلام آقا فرهاد. سمینار چطور بود؟ خوب بود؟ متشکرم. ای همه خانم خوبن؟ سلام رسوندن. کم پیدا این؟ دیگه تهیه گزارش و این گرفتاری ها. بله. خب مزاحمتون نمیشم. سلام برسونیم. خدافز. داشتیم؟ باورت نمیشه ولی همه جو دنبالمه.
مردم حوصله درگیری نداره خانم، سرش تو بدبختی خودشونه. بدبختی ما هم همیناست دیگه. آقا اینجا خونه خاله نیست، لامدادی تاکسیه. خانم قسم قرار دارم جام نراحته، چیکار کنم؟ چطور این مره میافتی نراحت نیستی؟ اومده بیا رو رفیقه. خانم ما رفیق نیستیم آقا، جمعتر بشیم. خانم این تاکسیه بگه دربستی گرفتی؟ چه بر میزنی؟ آقای راننده لطفا نگه داریم، ایشون اینجا رو با مخدر خونشون اشتباه گرفتن، لطفا نگه داریم. اگه گذاشتی خانم های خود فاصله رو بکنی. طبق آمار مکتوب و غیر مکتوب در هر 5 ساعت یک قتل در تهران بزرگ روی می‌دهد. ریشه این جنایات در کجاست؟ ریشه این ناامنی در فقر، در جنون و جمعیت بیشمار در شهرهای بزرگ. بچه‌ها شما نمی‌خواید چیزی بخورید؟ خسته نشدید؟ بابا 5 روز دیگه وقت داری تا پایان نامه. دست شما درد نکنه عمه جون. الهی من قربون این عمه بشم که همچین هوای ما رو داره. خیلی خب اینقدر زبون نرسی بابا، پاچی بریم سینمایی، گردشی، چیزی. آخه اینقدر درس و گزارش و جنایت نگاه کن دیگه، حالم داره به هم میخوره از این همه جنایت و نمیدونم دزدی و دخترای فراری. آخه عزیزای من، مگر شما وکیل بسی جامعه هستین؟ گلای من، امنیت مملکت دست من و شما نیست. عمه جون ما فقط سوال میکنیم، همین. جوابش هم مسئولین میدن. بله استاد، من گفتم که فقط یه مجوز برای پارک میخوای. بله بله توضیح دادم. متوجهم استاد. نه دفعه اولم که نیست. نه استاد، یه هفته داره روزش خاک میخوره. بله نه من گفتم فقط یه تحقیق. بله در مورد دختران فراری و این معتادینی که تو پارک زندگی میکنن و میخوابن و بله. جدا اجازه بدید. الو بله 741-13-52 امور اداری. بله استاد خیلی لطف کردین. نه واقعا من نمیدونم چجوری تشکر کنم. خواهش میکنم. بله بله باشه باشه پس خواهش میکنم. خداحافظ. وای این بوی گن مال چیه؟ چی کار داری میکنی آقا رحمت؟ سخته خانم ایرانی، همه جا بوی گن گرفت. غذای منه، به شما چه مربوط؟ ببخشید مثلا کی به شما اجازه داده بود قضای منو بریزین دور؟ حالا من چی بخورم؟ معذرت میخوام خانم ایرانی، میرم براتون یه ساندویچ چیزی میگیرم. من اگه ساندویچ میخواستم میگفتم، مگه لال بودم؟ صداتون رو من بلند نکنین خانم ایرانی. اینجا چه خبر شده؟ غذاشون سوخته، همه جا بوی گنگ گرفته بود. مایتابه رو با اجازه خودشون ریختم تو سطل آشغال. عب نداره، کتلت های دستپخت عمه جان توی یخچاله، به هر دوتا منم میرسه. اخ نکن دیگه. شیرین اصلا مسئله شیکم و خورد و خوراک نیست. من میگم آقا رحمت واسه چی باید بدون اجازه؟ تقصیر منه خانم. به دل نگیرین، خانم ایرانی منظور بدی نداشت.
اون خیلی خوش قلبه، فقط نمیدونم چرا بعضی وقتا از کوره در میره. خانم قوامی، آدم وقتی بد میاره هی پشت سرش میاد، اینجوری نگام نکنی. یه موقعی برای خودم سر و هم همسری داشتم، چند تا کارمند زیر دستم بود، زمونه با هم نساخت، به جایی رسیدم که حالا بلش کنین، دارم وقتتون رو میگیرم. اصلا تا حالا نهیده بودم درد دل کنی. برای هر کسی حرف نمیزنم. آقا رحمت، چه بلایی سر زن و بچه‌تون اومده؟ قصهش درازه، برام تعریف کنید. خانم ایرانی، خانم ایرانی ببخشید، به قول قدیمی آزن اگه دکتر باشه، مهندس باشه، پروفسور باشه، آخرش هم توش آشپزخونه است. برید آشپزی یاد بگیرید، بویگن شرکت رو برداشته. بله، تا زمانی که آدمایی مثل شما اسم تحصیل کرده رو یدک میکشن. بله، جای خانمای تحصیل کرده مثل ما تو آشپزخونه است. هر چی نداشته باشی. ماشاءالله ماشاءالله، چشای قشنگ و زبونه برازی داری. تحمل زبونمو نداری یا قابلیتام آقای سعیدی؟ با دو تا گزارش جنجالی به جایی نمیرسی خانم محترم. بری یاد بگی چطوری مادت بچه رو میشورن. نه 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 نه، این یک کار رو گذاشتیم واسه بابای بچه. البته مردی اگه حاضر باشه خودشو قربونی کنه و زنی مثل شما رو تحمل کنه، مادت بچه رو میشوره. حرف دلتو بزن آقای سعیدی، حرف دلتو. خانم ایرانی، فرمایش. میخوام یه توصیه جدی به شما بکنم. میگفتی با این زبون تند و تیزی که داری کار دست خودت میدی. شوهر جان خونه خاله هست. بفرمایید. بازم به گیر داد. حسوده. اصلا تکلیفش با خودش مشخص نیست. اصلا در کل بلد نیست با این خانم چجوری باید صحبت کرد. که گیر کرده. ها؟ روشن شد. ای آقا رحمت وایسا، وایسا چشات بگیرم. آقا رحمت وایسا، وایسا وایسا. خیلی خوب، خیلی خوب، قبول، هر چی تو بگی قبول دارم. رفتار من اصلا شایسته یک جامعه شناس نبود. به غرور آقا رحمت صدمه زدم. چرای نگام نکن دیگه، فردا میرم از دلش در میارم. میدونستی آقا رحمت قبلا چی کاره بوده؟ آه شیرین، تو رو خدا دیگه عذاب وجدان منو بیشتر از این نکن. فکر کردم برای گزارش دانشکده خوبه، چون چیزایی میگفت که خیلی با تئوری جناب عالی میخورد. تئوری من؟ آره، قبل از اینکه بیاد تو شرکت ما 6 ماه تو پارک میخوابیده. مگه دنبال این چیزا نیستی؟ جدی میگی؟ میدونی قبلا حسابرس شرکت نفت بوده، ولی بعد از اتفاقاتی که براش میفته منزوی میشه. این آقای مروت هم پسرموشه. در شرکت؟ آره، نمیبینی هیچ کس اسم فامیل آقا رحمت صدا نمیزنه؟ راست میگی، چون همه اسم رئیس شرکته. اینطور که خودش میگفت چند ماهیه که اعتیادشو ترک کرده. چند بارم خودکشی کرده. چه بد. میدونی آقا رحمت یه زن داشته که خیلی دوستش داشته، میگفت اسمش سودابه بوده، اما از بس خوشگل بوده آقا رحمت بهش میگفته زیبا. یه پسر کوچولو هم داشته به اسم ایمان. یه روز که آقا رحمت میره خونه میبینه بچه گم شده، این بر اون بر تا بالاخره جسد بچه رو از تو سد کرج پیدا میکنه. به در آگاهی تراتوی قضیه رو در میاره که زیبا خانم معشوق داشته و با هم رفتن سد کرج تفریح و از بچه غافل شدن و باقیش هم تو میبینه. زنه چی شد؟ آقا رحمت زیبا رو میبخشه چون خیلی دوستش داشته، ولی زنه از خونه فرار میکنه. حالا ترسیده یا خجالت کشیده هیچ وقت معلوم نمیشه. بله دیگه، آقا رحمت هم اعتیاد و زندگیشو با آتیش کشیدن و شب و تو پارک خوابیدن و یه موجود تنها که همه بدبختی ها میاد سراغش. چه کسی جالبی. آب در کوزه و تو گرد جهان میگردی. تو اینو چرا زودتر به من نگفته بودی؟ پایان همون که یه چیزی نشد که؟ نه. خوبی؟ چیزی نیست. آشغال! یک بلایی سرش بیارم. یه دقیقه اینجا بایسته.
اینا شر بکنم که بی سر صدا من جفتتونو میکشم. رضا توی بهتره که الهی بده بینم ماس مسکو بده ماس سنانو برگر الو رفتم همینه یه قرن پشت کنکور موندی ولی خداییش حال کردینا مگه نه چیه خانم آقا رضا قاتله که اولش نمیگن ما قاتلی حیف که مقتول آشنه اگه خواهرم نه او دو شقش میکرده خوبه خوبه برو خونه بیدم زود ببخش شیری همشه از شوخ جنایی ها میکنه قربت برم دانشکده میریم برسونم بهتون زحمت میشه چه زحمتی؟ کرایه چه حساب میکنم؟ نه خیلی ممنون ما میریم شرکت هر طور میلتونه علت فرار نزاع و درگیری خانوادگی 92 نفر 14 درصد اعتیاد والدین 14 درصد اعتیاد والدین 119 نفر 18 درصد خانم ایرانی اگه گزارش کاری حاضره اون دیسکتو بدین به من ببرم اتاق رئیس قراره امروز همه رو بفرستیم بهزیستی خب اگه آماده شده بود که خودم میبردم چلاق نبودم که یک بار شد محض رضای خود ملایم و مطبوب حرف بزنید شما هم یه بار نشد تو کاری که بهتون ارتباطی نداره دخالت نکنی واقعا که خب جویای کار 165 نفر 25 درصد اخفال توسط دوستان 32 نفر 5 درصد ببخشید نمیخواستم مزاحم کارتون بشم خواهش میکنم یکم گوجه فرنگی و تخم مرغ و همبرگر و کره و این چیزا گرفتم که مثلا یه جوری تلافی کنم ممنون امروز من ساندویچ دارم میبینین شیرین خانم به هر کاری که دست میزنم غلط از آب در میاد مثلا خواستم معذرت خواهی کرده باشم نه آقا رحمت کار شما درسته من باید بابت دیروز ازتون معذرت خواهی کنم ببخشید دیروز سرتون داد کشیدم خب ببینم امروز میتونی یه نیمروی آقا رحمتی برای ما درست کنی یا نه بروی چشم خب امروز میریم که داشته باشیم نهار بعد جواب آقای سعیدی بخوریم با من بودیم
عمه جونو میشناسی، خیلی حساسه، امشب دوره داره، من بعد از مهمونش پذیرایی کنم. خیلی خب، پس فردا دوربینو بیار دانشگاه. به سلامت. خدا حافظ. من از دیدن این فیلم هیچ وقت سیر نمیشم. چه جوری راستشو بگم؟ من هفته چند بار فیلم می‌بینم. والا چی بگم؟ هر روز صبح ساعت 10 صبح فیلمو می‌بینم. خب بعد از ظهرم کتابشو می‌خونم. شبام فیلمو با کتاب مطابقت میده. ولی جون راستشو بگو. چی برباد رفته که اینقدر فیلمو دوست داری؟ خیلی چیزا. شاید هم زندگی. بفرمایید. سلام شیرین جان. مینا اونجا؟ سلام. نه تو 5:30 با هم بودیم. بعد رفت مجوز پارک خزانه رو بگیره. آره میدونم ولی هنوز برنگشته. خیلی خوب. مزاحمت نمیشم. خواهش میکنم. نگرانش نباشین. اون وروجک هر کجا باشه دیگه همه الان باید پیداش بشه. فقط لطف کنین هر موقع اومد دیگه یه زنگم به من بزنین. باشه عزیزم. قربونت برم. خدافظ. قربون شما. خدافظ. بله. سلام شیرین خانم. مینا اومد؟ نه هنوز نیومده. ساعت الان نزدیک 10. به همه جا تلفن زدم ولی هیچ کس ازش خبری نداره. میدونین آخه تا الان سابقه نداشته اینقدر دیر بیاد. زنگ زدم ببینم شما کی و کجا ازش جدا شدی. معلوم میام اونجا. امکان نداره، همیشه به موقع میومد. نه دوستشونم اینجا. بله؟ نه نه. بله بله. به کلانتری خبر دادیم به بیمارستان هم زنگ زدیم. شما رو به خدا یه کاری بکنید. چی میدونستم زنگ زدم. هیچ کس خبرش نداره. سلام. تو چه خبر داشتی؟ عکسشو دادم به کلانتری. روزنامه رو خودتون بدید. چی چیو بدین روزنامه؟ میاد. اگه دختر من دیگه برمیگرده تو این خونه بچه 2 ساله نیست که گم شه، برگرده سر داد میزنه ها. پس چه کار کنیم ماما؟ چه میدونم. خودتون رو ناراحت نکنید، بالاخره هر کجا باشه پیداش میشه. دست درد نکنه مادر جون، خودتو خسته نکن. ببرین برسونش خونه. تو برو خونه، وقتی اومد بهت میگم زنگ بزنه. نه من همینجا میمونم. Thank you.
عرض کردم خبری نشده؟ نه آقا رحمت، آب شده رفته زیر زمین. نمیدونی دیروز چقدر اصرار کرد من باهاش برم، ولی من دارم دیوونه میشم. من جای شما بودم خانم قوامی، میرفتم خونه استراحت میکردم. شیری خانم از دوستتون خبری نشده؟ شما از کجا میدونی؟ همه شهرک شنیدن. نه هنوز که نه. اگه یه وقت لازم بود، یعنی کاری از دست من برمیومد، خبرم کنی. ممنون. دوست خوبی بود، نه؟ بود؟ نه منظور بدی نداشتم. یعنی حیفه که آدم بهترین دوست خودش رو یه روز نبینه. آخه شما همیشه همه جا با هم بودین. خانم قوامی چه خبر؟ هیچی. نگران نباشی، بادم جون بم آفت نداره، بالاخره پیداش میشه. برای شما که بد نمیشه، میشی رئیس قسمت. به به، آفرین. ماشالله هزار ماشالله، کمال هم نشینی کار خودشو کرده. شما هم زبان سرخ در بردین. خانم خواستم همدردی کنم. خیلی ممنون از همدردیتون. حالا لطف کنی منو به حال خودم بذاری. بله بله بفرمه. شما؟ بله؟ بله بله. اجازه بدی؟ خانم قوامی با شما؟ با من؟ بفرمایید. آقا رضا شمایی؟ چرا حرف نمیزنی؟ الو الو چی شده رضا؟ تو رو خدا بگو. آگاهی؟ مجتمع جنایی؟ الو 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 متاسفانه جسد دوستتون در اطراف تپای شمس‌آباد پیدا شده. با چاقو زدن به قفسه سینه‌اش. شما آخرین نفری بودین که ازش جدا شده. درسته؟ بله. نه. آره. آخرین نفر. ساعت چند و کجا ازش جدا شده؟ درست نمیدونم. فکر میکنم حدود 5:30 بود. دم ایستگاه اتوبوس بود. میخواست بره مجوز پارک خزانه رو بگیره. ادامه بده. چی رو؟ ببینید خانم، هر چی یادتون میاد رو بگید. هر چی. این مهمه. میتونه به ما کمک کنه تا اون جانی رو دستگیر کنی. نمیتونم. میدونی دوست تو پنجمی قربانی این قاتل بوده؟ پنجمیل؟ بله، 5 قد در 1 سال و 1 شکل. 5 قد بدون تجاوز. همین زن چشمابی و تقریبا همسن. حدود سنی 20 تا 30. پس چرا این خبر؟ منظورم اینه که پس چرا این خبر جایی منتشر نشده؟ من اینکه اینجور کیسا وحشت عمومی ایجاد میکنه. وحشت عمومی؟ این چه حرفیه؟ شما بعد این مسئله رو بعد از خط اول اعلام می‌کردید، یا حداقل بعد از خط دوم. ببینید، اولا من تصمیم گیرنده نیستم، ثانیا
این تشخیص رو من و شما نباید بدیم. افراد زیستلاحی که روی این پرونده ها کار میکنن باید نظر بدن و اونا هم اعتقاد دارن که به چی اعتقاد دارن؟ به اینکه همیشه همه چیز از این مردم مخفی نگه دارن؟ تون نرید خانم. من تون نمیرم، شما یواش میری. منظورم اینه که این اصلا درست نیست. یا شما هر چه زودتر این مسئله رو مطرح میکنید یا من خودم این ماجرا رو به مطبوعات میکشونم. بعد همه دخترها و زنهای چشمامی بدونن که یه قاتل توی شهر صاف صاف داره راه میره و دنبال شکار میگرده. کارشناسای ما معتقدن که نباید در جامعه وحشت عمومی ایجاد کرد. وحشت عمومی از چی؟ از یه قاتل؟ پاشین یه صبح شب بریم پارک خزانه، پارک شهر، پارک دانشجو، ترمینال تا ببینین ابعاد فاجعه چقدر بزرگه. ببینین چقدر آدمای دزد، معتاد، قاتل، زنای کتک خورده، دخترای فراری زیر سقف این شهر به اسم تهران بزرگ با صلح و صفا در کنار ما زندگی میکنن. شاید این مسئله برای شما تازگی داشته باشه. ولی ما مدت هاست که بهش عادت کردیم. چه اقدامی کردین؟ قضیه به این سادگی هم نیست خانم. شاید این روش مورد علاقه منم نباشه. چون منم به همون مقدار که شما دوست دارید اون قاتل پیدا بشه مثل خودتون انگیزه شخصی دارم. حتی بیشتر. اگه شما دوستتون رو دست دادید من خواهر زادم جز اون پنشه هست. من احساس شما رو خیلی خوب درک میکنم خانم. اما ماجرا پیچیده است. سیستم حفاظتی هم پیچیده است. و همین سیستم حفاظتی به من این اجازه رو نمیده که تابع احساسات شخصی باشه. اون دختر بدبختی که الان تو سردخونه خوابیده یه موجود استثنایی بود که دلش برای مردم این شهر میتپید. دلش برای بچه های کتک خورده، زنهای بی سرپرست، پدرهای معتاد، حتی همون قاتل بیرحم و روانیش میسوخت. اگه شما قبلا اعلام میکردید که یه قاتل خطرناک توی این شهر داره دنبال تومایی میگرده که شکل مینان، اون بیشتر از خودش مراقبت میکرد. اگه شما اعلام میکردید که قاتل یه پیکان سفید داره. پیکان سفید؟ بله. وای نه، کار اون موتور سواره است. موتور سوار؟ کیف مینا، کیف مینا. مینا شماره موتور سواره رو یادداشت کرد و گذاشت توی کیفش. اون موتور سواره، اون دنبال پیکانه رفت. پیداش کنین جناب سروان، اون پسره همه چی رو میدونه. تاکسی، تاکسی در بس اکباتان. خانوما هیچ وقت تو ماشینای مسافرکشی جلو نشینید مگه اینکه رانندش فامیلتون باشه. خدافظ شیرین، فردا میبینمه. خانم ایرانی بفرمایید، میخوام یه توصیه جدی به شما بکنم. با این زبون تند و تیزی که دارید کار دست خودتون میگیرید. خفه شو. الو الو، چرا حرف نمیزنی؟ الو. کسافت. شیرین جان، شیرین امه، پاشو عزیزم، ساعت ده و نیمه، تو میخواستی ده بیدار شی. امه جون. جون امه چی شد؟ مینا راننده رو میشناخت وگرنه هیچ موقع جلو نمیشست. چی؟ مینا خیلی باهوش بود امه، خیلی هم جسور بود. همیشه به من میگفت تو ماشینه شخصی اگه مجبورم شدی جلو نشی. اون روز هم راننده رو میشناخت. چی داری میگی؟ اول در سمت مسافر رو باز کرد، یعنی در عقب رو، ولی بعد نشست جلو. من مطمئنم که اون رو... بله بله بله، خودم هستم. بله
چشم، الان را میفتم، چشم. موتور سواره رو پیدا کردن همه جون. سلام. سلام. بابت دیروز متاسفم. دیروز؟ خبرها رو شنیدم. واقعا متاسفم. ممنون. کمکی از من برمیاد؟ من به کمک‌های شما احتیاجی ندارم. خواهش میکنم. خواهش میکنم خواهش نکنید. خب بذاریم برسونمتون. با اون ماشین؟ نه. من باید برم. کار دارم. یه سررخ پیدا شده. خدافظ. چی شد؟ کجا؟ صبر کنید. جان سلام متعامل. بشین. میشناسی؟ به خدا خانم من کاری به دوستتون نداشتم. قبوله غرورم صدمه دیده بود، بعدم نمیمد حالشو بگیرم، ولی به خدا روحم هم از این حرف خبر نداره جناب سروان، باور کنی. خیلی خوب برو سر اصل مطلب. چند بار بگم جناب سروان، یه چند متری دنبال ماشین رفتیم، بعدش هم رفتیم خونه، چون سرگرمی دیگه ای نداشتیم. باور کنید جناب سروان. همین رفتیم خونه. ولی من دیدم که شما دنبال اون ماشین رفتین. آره رفتین. خب بعد؟ بعد همون خانمی که شما میگی من کشتمش از شیشه عقب ما رو نگاه کرد. آه مگه آدم کشتن کار هر کسیه؟ من حتی کشتن یه مرغم نمیتونم ببینم، چه برسه این که آدم بکشن. ننه من غریبم بازی در نیا، برو سر اصل مطلب. تا منو دید یه چیزی به راننده گفت، من از ترس اینکه راننده آشناشه گاز دادم و رفتم. اونقدر ترسیده بودم که حتی قیافه راننده رو ندیدم. من راننده رو از پشت دیدم، یه کلاه کانوایی سیاه هم سرش داشت. باور کنید جناب سروان، اصلا حواسم به این چیزا نبود، فکرم یه جای دیگه بود. راست میگم جناب سروان، راست میگم جناب سروان. بیا جناب سر. خب چی میگی؟ والا چی بگم؟ همه اونا به یک شکل به قتل رسیدن. در اینکه قاتل همه اونا یه نفر بوده تردیدی نیست، اما نکته اینجاست که دوست شما چطور قاتل رو میشناخته؟ پیداش میکنم. همراه من بیایید. منو قتل؟ من عاشق مینا بودم، ولی بلد نبودم احساسمو درست بهش نشون بدم. کارمو شده بود لجبازی. درسته که این اواخر حسابی کلافم کرده بود، ولی آخه به من میاد این کارو بکنم؟
مرد یه ماهی کوچولو هم نمیتونم بکشم، چه برسه به دختری که دوستش داشتم. خیلی هم دوستش داشتم. مملکت ما پر شده از تعریف و تعارف و شعار، مردمانی مهربون، مردمانی با عاطفه. ما موقعی که میخوام برای خونه همدیگه هزار تا تعارف تیکه پاره میکنم. قربون شما برم، خواهش میکنم. نه شما بفرمایید، نه اصلا. اما موقع رانندگی حاضر نیستیم یه لحظه مراعات حال همدیگه رو بکنیم. با یه مملکت تعارفی به کجا قرار برسیم؟ اصلا میدونی چه شیرین جون، همین تهران بزرگا میبینی تا چند وقت دیگه میشه عین نیویورک. واسه حفظ جونت مجبور یه اصلا بخری بذاری تو جیبت، هر کی خواست بهت حمله کنه بنگ 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 بنگ.
کار داری؟ شما چقدر عوض شدین؟ لباسا، قیافتون، رنگ چشماتون. به خودم مربوطه. من معذرت میخوام، نمیخوام فضولی کنم، اما شما همش از من فرار میکنید. یعنی اینقدر ترسناکم؟ چرا منو تعقیب میکنید؟ میخوام با هاتون صحبت کنم. برای چی؟ میخوام کمکتون کنم. من از شما تقاضای کمک کردم؟ نه. بسیار خوب، پس راحتم بذارین و اینقدر دنبالم راه نیفتین. من از شما کمک نمیخوام. کجا برم خانوم؟ در بس آقا اشکال نداره، من با اجازه خانم تا یه جای باهاتون میام. من اجازه نمیدم آقای راننده. شیری خانوم مزاحم خواهر. را بیافتین آقا. راهی که تو میری خطرناکه. به خودم مربوطه. نه خیر، به منم مربوط میشه. منظور منظورم اینه که خب منم به نوعی جامعه شناسم، قتل مینا برای منم مهمه، مسئله که شخصی نیست. قتل چیه؟ قاتل کدومه؟ اصلا شما ها کی هستین؟ عجب بدبختی داریم تو این تهرون. هم مزاحم هم مراهم، من با شما کاسب نمیشم. بفرمایید بفرمایید. راستش بخواین آبجی، این آقا خاطر شما رو خیلی میخواد، اما خجالت میکشه صاف برن سر اصل موضوع. اصلا به شما رفتی نداره آقای محترم. بفرمایید. عوض تشکرت بنده خدا، من دارم کارتو ساده تر میکنم. میگم بفرمایید. شما فکر نمیکنم بتونین قاتل رو پیدا کنین، ولی مواظب باشین قاتل شما رو پیدا نکنه. برو آقا. نمیترسی؟ از تو؟ آره. از حرفای راننده ناراحت شدی؟ فراموشش میکنم. نه اتفاقا، فراموشش نکن، بهش فکر کن. وقتشو ندارم. یه دختر این وقت شب تک و تنها توی این اتوبان، تو چی میخوای؟ چرا از من فرار میکنی؟ من نیت بدی ندارم، حاضرم تا آخرش باهات بیام. اگه بگم هیچ علاقهی به عشق عاشقی ندارم چی؟ از این شهر بیرحم بیزارم چی؟ از مردای این شهر متنفرم چی؟ داد نزن. اگه ماموری کمیته سر برسه تو درد سر میافتی. من دنبال درد سرم میخوام، تنها باشم، کمک تو هم نمیخوام. نمیخوام نمیخوام. منم دیگه با تو کاری ندارم. شنیدی؟ کجای کو افتاره میشی خانم؟ بله. منظورم کجا میری؟ نمیدونم، میخوام یکم تو خیابونا بگردم. بگردی؟ خوراک کمی در بس. بله. یعنی هر جور که عشقتونه خانم، پس کورکی بالا عقابی پایین. اما حالا نمیدی چه نسبتی داشتی؟ من نسبتی ندارم، و
ولی گویا شما داری. معلومه تازه کاری. با چه کار میکنی؟ چی دارین میگی؟ خیلی خب برو. کجا؟ هر قبرستونی میخوا بری. تو حوزه من پیدا داشه. آخه کجا برم؟ راست دماغتو میگیری میری. هری سوارشین تو اداره مشخص بشه. سیگاری نیستم. دوا میزنی؟ بچه ها تازه کاره. ببینم با کی کار میکنی؟ خواهش کله دستتو بکش. این که از شماها نیستش که. اگه از بایز هرچی چه غلطی میکنه اومده هوا خوری عزیز دارم. دارم شما بشین ببینی. بچه ها معموله چطور بیداری تو الان عمه جون؟ نگرانت بودم. چرا؟ چرا؟ معذرت میخوام. خونه که از همکلاسیام بودم. یه مهمونی کوچیک داشتن یه خود کوچیک. خر خودتی. من که گفتم معذرت میخوام. عمه جون ببخشید. نگرانم شدیم. ببخشید. معذرت میخوام. راستی فرهاد؟ فرهاد چی؟ مگه من چی گفتم؟ معذرت میخوام. من خستم. برم بخوابم. مرسی. بفرمایید. الو الو، چرا حرف نمیزنی تو؟ الو، شما توی تلفن فوت میکنی؟ من الو فوت این حرفا نیستم. از من چی میخواین؟ داد نزنید. چی میخواین؟ چند روز دانشکده نیومدین. این موضوع اصلا ارتباطی به شما نداره. دلیل پاتون از گلیم خودتون جلوتر میذاری. شما مزاحم من هستی. من؟ بله شما. هیچ علاقه ندارم که به بهانه کتاب دائم به خونه ما تلفن بزنین یا پاشین بیاین در خونه ما. تو نرو، تو نرو. اگه سراغتون رو میگیرم به خاطر شما نیست. پس به خاطر کیه؟ به خاطر تو. این راهی که تو میری خطرناکه. اگه بخوای ادامه بدی، اگه بخوای شبگردی کنی، متاسفانه مجبورم به خانوادت و آگاهی اطلاع بدم. تو پیکان سفید داری درسته؟ منظور؟ دارم مطمئن میشم اون شخص آشنا شاید شما بودی. آشنا؟ چی داری میگی؟ اگه یک بار دیگه سر راهم سبز بشین، اون وقت من مجبورم به آگاهی اطلاع بدم.
خانم قوامی، خانم قوامی، ساعت کار تموم شده، همه رفتن. رفتن؟ ببخشید، مرسی آقا رحمت. خانم قوامی، میخواین از امشب خودم با ماشینم بیام همراهتون؟ بریم هر جا که میخواین دنبال اون نامرد؟ نه آقا رحمت، خیلی ممنون، خودم میرم. خانم خوشگرم بزار فالت بگیرم. نمیخوام خدا خانم برو بگیرم، برو بگیرم، برو بگیرم، خانم تو رو خدا بلا گردون سیگار بگیرستم. برو بگیرم، برو بگیرم، برو بگیرم، سواب داره. آلا سرم سه تا سر، آلا سه تا سر درش نگیرم. برو سوار شو. برای چی؟ برو سوار شو، شما خورد نکردم. جناب سروان، جبران میکنم. بشوید مامور دولت. پس شیرینی بچه هاست. موقعیت نیستم. به تاعت نمازم. جناب سروان، بایت آوردم. زود باش رابی 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 آف، زود باش رابی آف. من کار دارم. یالا رابی آف، سریع. سریع، من کار دارم. میشناسم ادت خون در رفته بودی، میشناسم ادت. من اشتباه گرفتیم. منکرات معلوم شد. زود باش سریع سوار شو. درفش، چاقو، چیگاره ای؟ مدر خط میکنی؟ نه، من دانشجو هم. منم پروفسورم جون شما. ساکه حاج آقا، باور کنین راست میگم، من دانشجو هم، جامعه شناسی میخونم. خواهر موبایی. من حاج آقا. اینا رو به بازداشتگاه شماره 3. یالا یالا به جون، به جون میبینم. فرمو بخونه اینجا کن، آدرس دقیقت هم پاش بیرس. چشم. دکتر رحیمی چی کارته؟ استاد راهنما. چون زامن داشتی میتونی بری. زامن؟ بعد دفعه بهت گفتم این دکتر رو کنترل کن، گوش نکرد. خدا من دیگه چی شده؟ هنوزم تو تعقیبم میکنی؟ برای توضیح میدم. آبرومو پیش استاد راهنما بردی. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ عوض تشکرته. صبر کن، میگم صبر کن. چی میخواد؟ برو آقا، برو آقا، شما میتونید بری. واسه تو؟ من اوکردی برو نمال کاره. چی گفت داری نگه داری؟ من اوکردم برو دیگه شما زمان خواهد. مرکز پایم 4 هستم، بگوشم. گفتید پیکان سفیده؟ به خودم من اینقدر نگو، به خودم مربوطه. دلت میخواست با اونا بفرستنت دادگاه، بعدش هم زندان؟ آره. میخواستی آبرو پیش خانواده و هم دانشگاهیات بره؟ همینه میخواستی؟ خودم میدونم چی کار دارم میکنم، قیمم نمیخوام. اگه واقعا منو دوست داری، از بازدار سیاه یه اسلحه برام بخر. دیوونه شدی، بیکشنه دختر. من پیداش میکنم. راه تو راه نیست، بیراه هست. خب چی کار کنم؟ گوش کن شیرین، تمام من دیگه... شیرین نیستم. تو مینا هم نیستی. تو یه دختر از خود راضی هستی که تو توهمات خودش گم شده و داره مفت و مسلم خودش رو قربونی میکنه. نگه دار. من نگه دار. باشه. جوابی ندادی ها؟ پس تنهام بذار. کجا میری دختر؟ یادت باشه خودت خواستی، برو.
رابازه جاده دراز برو دیگه. خوشگلی مثل شما نیست که یه همچین شب بارونی توی خیابون خلوت بفرمای در خدمتتون باشید. افتخار بدین امشب و گم شو. چشم گمم میشم، شما تشریف بیارین با هم گم میشین. آه منتتون نکشم نمیای بالا، بفرما اینم منت. خفه شو، پدرت خفشه. خانم شمایی؟ خب آقا رحمت شما کجا اینجا کجا؟ والا من میخواستم از شما بپرسم، از شما چه پنهون؟ شبا که بیخوابی دارم با این لکنته کار میکنم. راستش فقط شبا که نه، اوقات غیر اداری خب امورات نمیگذره. شما این وقت شب تک و تنها تو اتوبان چی کار میکردی؟ داستانش درازه. هنوز دنبال اون نامرد میگردی؟ بله آقا رحمت، بله. بهتون گفته بودم هیچ وقت جلو نشین، شیطان هیچ وقت در نمیزنه چون خودش کلید داره. منظورتون نمیفهمم. الان حال ما دوتا یکیه، منم دنبال گم شدن میگردم، دنبال زیبا، زیبای خودم. آقا رحمت آدم بی درد تو این دنیا وجود نداره. چقدر چشای شما مثل چشای زیبا شده. لیست بازرسی، پلیس ها هیچ کاری ندارن جز این که مزاحم مردم بشن. سلام علیکم. سلام. شب بخیر. شب بخیر. کارت ماشین گواهی نامه. خانم مسافر هم؟ نه زنم. صحیح. چرا گفتین زن و شوهری؟ مسئله دردسر نداشتم شیرین خانم، آخه اینجوری وقت تا صبح هم نمیرسه. آخه چرا دروغ؟ بفرمایید میتونید تشریف ببرید. امسال زمستون خیلی سرد زیبا جان. نه من زیبا نیستم آقا رحمت. نگو آقا رحمت، رحمت زیبا جان نوکرتم، بگو رحمت. پسرم ایمان کجاست؟ خونه مادرته؟ آقا رحمت من زیبا نیستم.
من شیرینم، شیرین قوامی. زیبا جان چرا از من فرار میکنی؟ به خدا کاریت ندارم، برگرد سر خونه زندگی ها، باور کن کاریت ندارم. وقتی به همه میگم پیدات میکنم به هم میخندن، به هم میخندن. باید بریم، باید بریم به همه نشون بدم که برگشتی. میبرم به همه نشونت میدم ها، به همه نشونت میدم. اصلا یه مهمونی میگیریم خوبه؟ ها خوبه زیبا جان، خوبه ها، چشما بی. کجا داریم میریم؟ فقط از بیرون باز میشه. زیبا جان، زیبا، خب تعریف کن ها؟ کجا بودی؟ پسرم کجاست ها؟ پسرم ایمان. یادت میاد؟ یادت میاد؟ یادت میاد وقتی جسد بچه رو از سرد خونه گرفتیم ها؟ یادت میاد؟ تو گریه میکردی ها؟ یادت میاد؟ چرا حرف نمیزنی ها؟ چرا ساکتی؟ زیبا، زیبا، زیبا جان، من نمیتونستم آرومت کنم. چه روزی زیبا جان، زیبا، چیه؟ سردته؟ میترسی؟ آره؟ آره. نترس، ناراحت نباش، خب دو مرتبه بچه دار میشی، خب اتفاق بود. بذار برم آقا. نه روز بعد اون افسره، اون افسر بدجنسه. میدونی من اونو کشتم، اون نامرد به من گفت و با یکی دیگه ریختی رو هم. بذار برم آقا رحمت. دروغ گفته بودم، دروغ گفته بود. تا اینکه یه روز وقتی از سر کار اومده بود که میخواست بره جنت آباد، سوارش کردم، سوارش کردم و کشتمش با این دشت. خانم قوامی، شما اینجا چی کار میکنی؟ من به کمک شما احتیاج دارم. من دنبال قاتل مینا میگردم. مینا ایرانی یادتونه؟ مینا نه، زیبا، من کشتمش. انتقام خودمو از هر چی آدم فضول گرفتم. میخواست بدونی که چه بلایی سره زیبا اومده، اون وقت منم نشونش دادم اینجوری. کسافت قاتل. اینجا آخر خطه، خودتو ناراحت نکن. Come on!
سن که تموم شد مینا خانم. شیرین